تنش در روابط بین هند و کانادا در بالاترین سطح خودش در سالهای اخیر قرار گرفته در یک اقدام کم سابقه شش نفر از دیپلومات های کانادایی از هند اخراج شدن روز دوشنبه و در اقدامی مشابه شش نفر از دیپلومات های هند هم از کانادا اخراج شدن ناران را مودی نخست وزیر هند در اظهارات خودش اعلام کرد که جاستین ترودو به دنبال اهداف سیاسی خودش هست بیشتر از اون که توجه به این داشته باشه که چگونه میتونه روابط بین هند و کانادا رو به حالت عادی برگردونه بیشتر به دنبال اخذ رأی سیک جدایی طلب در کاناداست این سردی روابط میشه گفت از سال 2023 اوج گرفت زمانی که یک سیک جدای طلب در استان بریتیش کلمبیای کانادا به قتل رسید و جاستین ترودو به صورت عمومی اعلام کرد که مدارکی در دست داره که نشون میده در واقع دولت هند در این اقدام دست داشته بعد از اون بارها دولت هند از کانادا خواست تا مدارکی رو که ادعا میکنه در دست داره به اونها بده اما این اتفاق نیفتاد اما یک منبع مطلع به رسانه گلوبن میل کانادا اعلام کرده که مدارکی وجود داره که نشون میده پیام های بین افراد وابسته به دولت هند در اداره اطلاعات رد و بدل شده که نشون دهنده جلسات تشکیل شده در بین سیک های هندی هست ولی نام این فرد فاش نشده حالا میشه گفت که روابط کانادا و هند بعد از سال 2018 که یک سفر داشت جاسین ترودو به هندوستان که در اون سفر به صورت رسمی از یک سیک جدایی طلب دعوت کرده بود سردی اون شروع شده و حالا همچنان به اون دامن زده میشه در عین حال در کمیسیونی هم که تشکیل شده برای بررسی دخالت خارجی در انتخابات کانادا نام کشور هند هم چند ماه بعد از تشکیل این کمیسیون اضافه شده و خود این هم دامن میزنه به سردتر شدن روابط روابطی که حالا برقراری مجدد اون دورتر از همیشه به نظر میرسه محسا مرتزوی تورنتو